عبیدالله ابن زیاد یکی از تأثیرگذارترین چهره های تاریخ خلافت امویان. در این پادکست قراره به سراغ زندگی نامه عبیدالله ابن زیاد برم، پس تا آخر پادکست با من همراه باشید. عبیدالله ابن زیاد ابن ابی مشهور به ابن زیاد زاده سال 33 و در گذشته سال 67 هجری فرمانده نظامی مشهور امویان و از عوامل اصلی قتل عام حسین ابن علی و همراهانش در حادثه کربلا بود. عبیدالله والی بصره بود و یزید وی را در سال 60 هجری پس از آشفتگی اوضاع کوفه با حفظ سمت به امارت این شهر منصوب کرد و سرکوبی قیام حسین ابن علی را به وی سپرد. عبیدالله در سال 65 هم قیام توابین را سرکوب کرد. ابن زیاد به سبب نقشی که در واقعه کربلا داشت از شخصیت‌های منفور نزد شیعیانه. وی پس از قیام مختار در جنگ خازر به دست ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی کشته شد. ابو حفص عبیدالله ابن زیاد ابن ابی از کنیزی به نام مرجانه زاده شد. برخی ابن زیاد رو به طعنه به مادرش منصوب کرده و ابن مرجانه میخوندند که اشاره به اتهام ناپاکی تولد عبیدالله داشت و در برخی منابع به بدنام و زناکار بودن مادر وی یعنی مرجانه تصریح شده. پدر عبیدالله زیاد ابن ابی از سرداران و حاکمان امویان بود که در سرکوب شورش ها در مناطق اسلامی به قساوت و بیرحمی شهرت داشت. در نسب زیاد ابن ابی اختلافات زیادی وجود داره و مشخص نیست که پدر اون کیه. از این جهت وی رو زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر پدرش میخوندند. گفته شده که ابو سفیان زیاد رو حاصل زنای خود با سمیه مادر زیاد میدونست و به همین دلیل معاویه زیاد رو برادر خود میدونست. در تاریخ نقل شده که عبیدالله ابن زیاد شخصی خشن، بیرحم و بیپروا بود و برخی از زندگی نام نویسان از وی با عنوان جبار یاد می کنند، چنان که نقل شده در سال 58 هجری در سرکوب خوارج در بصره خشونتی عجیب از خود نشان داد. این خصلت عبیدالله باعث شد وی در جنگ با غیر مسلمانان از جمله برخی از مناطق خراسان در فتوحات هم موفقیت هایی به دست بیاره. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. از فعالیت‌های سیاسی عبیدالله در آغاز جوانی اطلاعات خاصی در منابع تاریخی وجود نداره، اما به گفته پژوهشگران وی در قلمرو حکومتی پدرش زیاد که والی کوفه و بصره بود در امور حکومتی دخالت داشت. معاویه پس از مرگ زیاد عبیدالله رو به حکمرانی خراسان منصوب کرد و در سال 55، 56 یا 57 هجری وی را از ولایت خراسان برداشت و به امارت بصره منصوب کرد. عبیدالله در زمان حکومت بصره با ناآرامی‌های از سوی خوارج مواجه شد که سرانجام با خشونت و کشتار فراوان موفق به سرکوب اونها شد. یزید پس از مرگ معاویه در سال 60 هجری قصد داشت تا عبیدالله را از حکومت بصره برداره، اما گویا اوضاع وخیم سیاسی بصره و کوفه اجازه این کار را به وی نداد. با آغاز قیام حسین ابن علی و اعزام نماینده وی مسلم ابن عقیل که پادکست زندگی نامه مسلم ابن عقیل هم دیشب در کانال قرار داده شد و میتونید اون را هم بشنوید، عبیدالله که خشونت وی و پدرش در سرکوب شورش ها مشهور بود در سال 60 هجری با پیشنهاد سرژیوس مسیحی مشاور یزید به سمت ولایت کوفه منصوب شد تا با قیام حسین ابن علی و شیعیان مواجهه کنه. ابن زیاد به محض ورود به کوفه در یک خطبه تند تمام مخالفان یزید رو به سختی تهدید کرد. به گزارش طبری عبیدالله اندکی پس از ورود به کوفه
با نیرنگ موفق شد از محل اختفای مسلم ابن عقیل آگاه بشه. سپس هانی ابن عروه سرقبیله مزهجیان رو به دارالاماره دعوت کرد و وی رو زندانی کرد و اندکی بعد هم مسلم ابن عقیل رو دستگیر و در نتیجه هر دو رو به قتل رسوند و سر اونها رو به شام نزد یزید فرستاد. عبیدالله ابن زیاد پس از تهدید و تطمیع کوفیان حر ابن یزید ریاهی رو به سوی حسین ابن علی فرستاد و به وی دستور داد تا جلوی حسین رو بگیره و اجازه نده در محلی که دارای آب اردو بزنه. بعد از مدتی حر از دستورات عبیدالله سرپیچی کرد، پس عبیدالله این بار عمر ابن سعد ابن ابی وقاص رو با لشکری به سوی وی فرستاد. عمر ابن سعد ابتدا از سوی ابن زیاد به حکومت ری منصوب شده بود و در صدد عزیمت به این منطقه بود، اما بعد از مدتی ابن زیاد حکومت عمر بر ری رو مشروط به مقابله با قیام حسین ابن علی کرد. سرانجام عمر ابن سعد به عنوان فرمانده سپاه به همراه شمر ابن زلجوشن به عنوان فرمانده پیاده نظام به مقابله با حسین ابن علی به سمت منطقه کربلا رفت و بعد از جنگی نابرابر حسین ابن علی و تمام اهل بیت پیامبر اسلام رو قتل عام کرد و عده زیادی از اونها رو به اسارت نزد عبیدالله ابن زیاد برد که این اتفاقات از وی به همراه عبیدالله ابن زیاد چهره‌ای منفور در تاریخ شیعیان ساخت. پس از مرگ یزید، زمانی که عبدالله ابن زبیر در مدینه قدرت گرفته بود، مروان ابن حکم به سوی حجاز رفت تا با وی به عنوان خلیفه بیعت کنه، اما ابن زیاد در منطقه بسنیه مروان رو ملاقات کرد و وی رو از این کار باز داشت و به اون قول داد که اگر خود مروان مدعی خلافت بشه عبیدالله ازش پشتیبانی میکنه. مروان به دمشق بازگشت و ضحاک ابن قیس رو که از مردم شهر برای ابن زبیر بیعت گرفته بود رو فریب داد و از شهر بیرون کرد و برای خود به اسم خلافت امویان بیعت گرفت. در جنگ مروانیان با ضحاک ابن قیس که به شکست ضحاک انجامید هم عبیدالله فرمانده سواران مروان را به عهده داشت. در دوران حکومت مروان عبیدالله موفق شد قیام توابین به سرکردگی سلیمان ابن سرد خزائی که خونخواهان حسین ابن علی بودند را سرکوب کنه. پس از مدتی که کار مختار ثقفی در کوفه بالا گرفته بود، ابن زیاد برای مقابله با مختار و سرکوب قیام علویان در کوفه راهی این منطقه شد. پس از زد و خوردهای اولیه بین پیش قراولان سپاه کوفه و شام که با پیروزی لشکریان مختار همراه بود، ابن زیاد خود با سپاهی عظیم به سوی مختار حرکت کرد. مختار که اساساً در پی کشتن عبیدالله و افراد دیگری که در واقعه کربلا دست داشتند بود، ابراهیم ابن مالک اشتر رو با سپاهی به مقابله ابن زیاد فرستاد و در نهایت ابراهیم ابن مالک اشتر موفق به شکست لشکر عبیدالله شد. بر اساس روایتی از ابو مخنف، گویا ابراهیم ابن مالک خود در نبردی تن به تن ابن زیاد رو به قتل رسوند. عبیدالله ابن زیاد به سبب نقش مؤثری که در واقعه عاشورا داشت، قرنها از منفورترین شخصیت‌های تاریخ اسلام نزد شیعیان به حساب میاد. نام وی به همراه یزید ابن معاویه و شمر ابن زلجوشن در چند زیارتنامه مشهور شیعی از جمله زیارت عاشورا مورد لعن و نفرین قرار گرفته. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.